شالوم و برخا. بعد از آنی که مشه در شرق اردن متصرف میشه سرزمین اوگ نرگباشان را و سیهون، قبیله گاد و رعوبه میبینند که اون منطقه، در منطقه بسفنگ، منطقه بسیار خوب و حاصل خیزیه و بسیار وسیعه. و اونا میان و با موشه میگن اگر ممکنه ما دو قبیله اینجا بمونیم و این منطقه را هم به متصرفات اسرائیل اضافه کنیم و ما اینجا آینده خوبی خواهیم داشت. همه میدونیم که واکنش موشه چیه. بعد از آنی که اونا راضی میشند که با قوم اسرائیل به اون طرف برند و به جنگند، بعد از آنی که تضمین بشه کشور اسرائیل برای بقیه قبیله ها، برگردند و در اینجا زندگی کنند. ولی جالبه، موشه ربینو بدون اینکه منشه چیزی بگه و قبیله منشه تقاضای بکنه، میاد و میگه که نیمی از شبت و قبیله منشه را هم من بین با شما روانه اونجا خواهم کرد، نصف منشه هم باید بیان اونجا و در شرق اردن اونجا زندگی کنن. منشه که چنین خواهشی نکرده بود. این رئوبن و گاد بودند. موشه چی دید؟ چه نگاهی داشت؟ چه بررسی کرد که نصفی از قبیله منشه رو هم با اونها همراه کرد؟ اگر دقت بکنیم، قبیله رئوبن بسیار ثروتمند بودند. اصولا رئوبن قبیله است که بیشتر به ثروت و سرمایه توجه میکرد. حتی در بعدن در کتابهای کتوبیم، در شفتیم میبینیم که وقتی که اسرائیل با سیسرا میجنگه، دورا انتقاد میکنه از رئوبن که رئوبن تمایلی به همکاری در جنگ با او نداشت و بیشتر به اون برای حفظ ثروتش و گله‌هاش نگران بود. رئوبن یک قبیله ای ثروت داره، پول داره، توانایی داره و از این لحاظ میتونه خیلی مهم باشه و کمک کنه. گاد برعکس، اهل جنگ، جنگجوست، ارتشیه. قبیله گاد قبیله بودند که در جنگ ها شرکت میکردن، پیش آهنگ بودن، بسیار خبره بودن. حتی داوید همیلخ، پادشاه اسرائیل، بیشتر سردارها و فرمانده ها و نیروهاش رو از گاد انتخاب کرده بود. گادی ها حاضر بودند که حتی از خانواده دور باشند، در ارتش باشند، زندگی نظامی و ارتشی را دوست داشتن. موشه میبینه خوبه، رئوبن ثروت داره، گاد توانایی جنگی داره و اینها وقتی با بقیه قبیله ها اون طرف برند، رئوبن میتونه اقتصادی خیلی کمک بکنه، گاد میتونه در جنگ ها بسیار موفق باشه و جنگ ها رو انجام بده. از این لحاظ موشه خیالش راحته. اما موشه یک مشکلی را میبینه. گاد و رئوبن اگر بمونن در اون طرف اردن، فاصله میفته بین اونها و بقیه قبایل، فاصله آنها از فرهنگ اسرائیلی، از تورای اسرائیل، از جامعه اسرائیل زیاد میشه و به مرور زمان ممکنه ارتباطی بین این طرف و اون طرف نباشه و کم کم اینها اسیمیله بشند، ایزوله بشند و جامعه یهودی خارج بشند. موشه چه کار میکنه؟ منشه را انتخاب میکنه. منشه یک قبیله خانواده دوسته. منشه ها اگه دقت بکنیم، دختران سلوفهاد از منشه، چیزی که برایشون مهمه خانواده، پدر و شجره. اگر در ادامه هم ببینیم در کتاب کتوبیم، پاسوکایی هست که نشون میده که قبیله منشه بسیار پر جمعیت بودند و بسیار ارتباط خانوادگی برایشون مهم بود، خانواده دوست بودند و
و این مسئله را مشه میدونه. مشه اونها را تقسیم میکنه، نیمی از شبت منشب این طرف اردن با دو قبیله گاد و روبن و نیمی اون طرف با بقیه شباتیم. این باعث چی میشه؟ منشه اهل خانواده است، اهل فامیله، فامیل دوسته، ارتباط دوست داره برقرار بکنه. به همین خاطر مشه میبینه که در آینده این دو نیم قبیله منشه که تقسیم شده حتما برای دیدار همدیگه به هم سفر خواهند کرد و منطقه هم همدیگر را خواهند دید، ارتباط برقرار خواهند کرد، اطلاعات که لازم را از اون ور اردن به این ور و اون چیزهایی که لازمه با خبر باشند را از کشور اسرائیل به وست بنک خواهند برد. وقتی رابطه است، فرهنگ هم در دو جا منتقل میشه و اون دو شباتیم ایزوله نمیمونند، محدود نمیمونند، با بقیه یهودی ها اسرائیل ارتباط خواهند داشت. تورا در اونجا خواهد اومد، فرهنگ تورایی و الهی خواهد بود و این ارتباط دو تا قبیله نیم شده منشه این مشکل را حل خواهد کرد. موشه به ابتکار خودش میگه ویت اللهم موشه لبنه گاد لبنه ربوین بلخصی شد منشه. نیمی از قبیله منشه را موشه به ابتکار خودش به اونجا میفرسته، با اینها همراه میکنه، در همونجا بمونن فعلا و بقیه نیمی از شبت با اونها به طرف ارض اسرائیل کوچ کنند. این ابتکار و این درک بالای موشه از آینده اسرائیل که با دونیم کردن قبیله منشه باعث این بشه که ارتباط بین همه قبایل برقرار باشه و بین این دو بخش تقسیم شده حتما ارتباط قوی برقرار باشه. منشه فامیل دوسته، منشه پر جمعیته، منشه دوستار ارتباطه، برعکس گاد که بیشتر جنگجوه، برای اوبن که اهل بیزینس و تا اندازه سرمایه‌داری است. منشه جبران میکنه و این ارتباط را برقرار میکنه. این دیدگاه پشات هست. اما در کبالا و در زهر یه علت دیگری برای باقی ماندن قبیله روبن، گاد و نیمی از منشه در اون طرف رودخانه اردن برای ما نظری آورده کبالا که جداگانه بعد از این ویدیو به اون هم خواهم پرداخت. شالوم و برکات.